السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخشی خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظوری شما میگردد. در سودی با شما جهانگیر صابیرف. دیروز یعنی روز 14 دکمبر سال روان، پرزیدنت شوکت مرزیویف با پیشنهاد تکلیف ها آید به رواج دادن ماشین سازی و ماشین سازی خوجگی قشلاق شنا شد. تفصیلات پورا در شرح اولین ما. در نتیجه اصلاحات اقتصادی که در کشور ما به عمل برآورده می شود، این ساحه ها منتظم نو کرده می شوند. صرف نظر از دشواری های تامینات مادی و تکنیکی، در سالهای آخر استحصال ماشین ها 3 برابر افزوده تا آخر سال روان به 415 هزار عدد رسانده می شود. با مقصد از بین بردن مونوپول دولتی و رشد رقابت در ساحه، 3 کارخانه نوی خصوصی و برند های با نفوذ خارجی جلب کرده شدند. حالا در 8 کارخانه مملکت ما 10 ها خیلی اتومبیل، نقلیات بارکش و مسافرکش، تکنیکی خوجگی قشلاق استحصال کرده می شود. همچنین بیش از 2000 کارخانه این ساحه با شبکه یگانه کپراسیا پیوست شده 50% محلی سازی تامین می گردد. در برابر این طلبات در بازار هنوز زیاد است. رقابت بین زوادهای ماشین سازی هم در بازار خارجی و هم در بازار داخلی می افزاید. اکنون به جمعیت سهامی از اوتو صناعت لازم است که مدل محصولات را وسیع، صفتش را بهتر، خراجات را کم و در محیط رقابت کار کند. در معرض تدبیرها در این بابت وظیفه های در نزد ساختار مذکور گذاشته شده محاکمه شدند. از جمله تا سال 2030 استحصال ماشین های سبکرفت در کشور ما به 1 میلیون عدد رسانیده می شود. در جمع آمد وظیفه هایی که در سال 2024 در این سمت عملی می شوند معین کرده شدند. سروری دولت ضرورت سرعت بخشیدن به تبدیل دهی از اوتو صناعت و کم کردن خراجات را تاکید کرد. معلوم است که امروز زوادهای اتومبیل سازی جهان به استحصال الکتروموبیل ها می گذرند. اگر صنعتچیان مملکت ما هرچی زودتر به این رویه مطابق نشوند، در آینده در بازار جای یافتنشان مشکل تر می شود. در این بابت لایحه های اولین آغاز گردیدند. سال آینده چنین زواد به استفاده داده می شود و در نظر داشته شده است که 10000 ماشین الکتریکی استحصال کرده شود. پرزیدنت اهمیت مخصوص به این سمت را تاکید نموده، دستور داد که در کارخانه های این شبکه استحصال جزهای ماشین های الکتریکی براه مانده شود. امسال در ساحه تکنیکی خوجگی قشلاق زیاده از 3500 عدد تکنیک استحصال کرده شد. قرار است که تا سال 2030 این مقدار در یک سال به 16000 دانه رسانده شود. امسال در چرچیق کلاستر ماشین سازی تشکیل کرده شد. اقتدار استحصالی سالانه آن 15000 عدد تراکتور و پریتسپ و دیگر تکنیک دارد، اما سیستم فروش آنها به طلبات زمان جواب دادن نمیتواند. از این رو ضرورت گسترش دستگیری خرید تکنیک محلی، جلب کلاسترها و فرمرها و تشکل دادن فرمایشها در این سمت تاکید گردیده، چاره های ایلاوگی معین کرده شدند. وظیفه گذاشته شد که درجه محلی گرداندن تراکتور های ملی به حساب میانه به 35%، تجهیزات و پرسیپ ها را به حساب میانه به 60% رسانند. هر سال در عرفه سال نو واسطه های پیروتکنیکی به یکی از موضوع های مهمترین روز تبدیل می یابد. واقعا هم با وجود انجام دادن کارهای ترغیباتی آید استفاده نبردن از واسطه های پیروتکنیکی، متاسفانه آنهایی که غلام نفس خود شدند به حدود کشور این واسطه های ترکنده را وارد کرده به حیات این یا آن نسل جوان زمین شده استودند. این حالت در ناحیه سوخ نیز به نظر می رسد. اگر انسان غلام نفس خود گردد، در راه منفعت خود از قربان کردن دیگران نیز بر نمی گردد. آنهایی که با فروش واسطه های پیروتکنیکی مشغول می شوند از زمره چنین شخصان می باشند. در ناحیه سوخ نیز طبق معلومات شعبه کارهای داخلی ناحیه، 2 نفر شخص که از مواد های پیروتکنیکی استفاده بردند دستگیر کرده شده و با آنها موافق قانون چاره دیده شده است. واقعا هم با توفیل آنهایی که به قدر حیات آسایشی امروزه نمی رسند، عید و جشن ها با ناخوشی ها می گذرند. صرف نظر از چاره های تعجیلی مقامات حفظ حقوق، شماره شخصانی که به خرید و فروش مواد غیرقانونی پیروتکنیکی دست میزنند میافزاید. هممزگه معلوم که یعنی پیروتکنیکا محصولاتلارنى اوزبکستان رеспوبلیکاسى حدودیگه آلیب کریش، ساقلاش، ساتیش تاقلانگان. منه یانگیل عرفاسیده اوشبو محصولاتلارگه بولگان طلب تاوارا آشیب بارادی. این ایانچلیسی اوشبو محصولاتلاردن کوپلاب یاش بالالر فادنش عاقبتلرده کوپلاب حیاتلارنى خوف آستیگه سالماقتا. Ushbu mudhish hodisalarni oldini olish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan doimiy ravishda reyd tadbirlari olib borilmoqda. Olib borilgan reyd tadbirlari davomida joriy yilda o'zida salkam 300 donaga yaqin pirotexnika mahsulotlari aniqlanib, 2 nafar fuqaro ma'muriy javobgarlikka
tortilgan. Olib borilgan reyd tadbiri davomida mahalla, maktab, umuman jamoatchilik orasida ushbu mahsulotdan foydalanish oqibatlari haqida doimiy ravishda targ'ibot tushuntirish ishlari olib borilmoqda. عجب چه جوانان را مجبور میکند که بجای استفاده از امکانیت های وسیعی که برای آنها فراهم آورده میشود به چنین فسادکاری دست زنند. افسوس که خریداران مواد پیروتکنیکی اساسا جوانان هستند که این تا چه اندازه پیچیده بودنی وضع را نشان میدهد. صدای پیروتکنیکی غیر ایدانه به کسی لذت اید نمیبخشد. از این رو اهل جمعیت باید به مبارزه ضد فروش واسطه های پیروتکنیکی یک خل دقت دهند. از پدر و مادران خواهش یگانه آن است که در عرفه سال نو و روز عید فرزندانشان را از نظارت اصلا دور نگذارند. در مملکت ما خدمت بلند اختصاص طبی به اهالی طرف نزدیک می شود. در این کار تجربه به ناحیه های دوردست جلب نمودن شفاکاران نیز تاثیر کلان رسانده استاده است. قرار سرور دولت ما 25 اپریل سال 2022 درباره چاره های ایلوگی آید به نزدیک کردن یاری اولیه طبی و سانیتری به اهالی و بلند برداشتن سمرناکی خدمت رسانی طبی با نظر داشت همین مقصد قبول شده است. فوریما خوجموه از ناحیه نرفه ولایت سمرقند است، اما امروز وظیفه در یکی از ناحیه های دوردست کشور به مردم خدمت صفتناک طبی رسانیدن را به ذمه گرفته است. او حالا در نقطه طبی دهه دمیرصد فعالیت میبرد. هر یک کنجی وطن، هر یک گوشه این سرزمین برای من مقدس است میگوید او. آب و هوا جدایم یخشه، تاغلار یخشه، سو آسمانمز مصافا، آدملار گیم جدایم یخشه مناسبت دامز، اولار هم بز بلا مناسبت دار، اولار بلان کلشکن خالده با مسلقت اش آلب باره یفمز. بعد جاری شدن برنامه شفاکار دهه در اساس قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان مقرر کرده شد که با مزد مهنت شفاکارانی که در دهات دوردست کشور فعالیت میبرند هر ماه 2 میلیون سوم ایلوه پولی جمع کرده شود. فوریما خوجما که در دهه دوردست کشور کار میکند بواسطه از این امتیاز به بهره نیست. 2020 18 noyabrda prezidentimiz farmoniga asosan olis hududlarda ishlovchi OASH vrachlarga bizga, ya'ni keng ko'lamda imkoniyatlar yaratib berildi. Biz juda bu imkoniyatlardan foydalangan holda 1 yil 3 shartnoma asosida 30 million so'm bir martalik 30 million so'm mablag' bilan ta'minlandik. Bundan tashqari har oy oyligimizdan tashqari 2 million so'm ustama pul berib borilmoqda. Uy joylar bilan ta'minlandi. Bunga menga yetishgan yutuqlarim o'z ishlam mehnatim bilan mashinali bo'ldim. Xudo xolasa endi uyga harakat qilyapman. Joriy shudan barnoma shifokor deha va dar asosiy on doda shudan yakchan imtiyozho dar jalb shifokoron ba dehoti durdas az shahar va balangashtan sifat xizmat rasoni tibbi dar nohiyahoi durdas ahamiyat xele muhim kas mikunad. Dar natije ba amal tatbiq gardidan barnoma shifokor deha ba 233 nohiyah durdas kishvaramon 488 nafar mutaxassison jalb karda shudan. امروزها گرفتن پیش راهی حالتهای فوقلاده وابسته به سختار و زهرالو شوی از اکسید کربن از مسئله های مهمترین روز به شمار می رود. از این جهت در محله ها و کارخانه و تشکیلات ها از جانبی کارمندان شعبه وضعیت های فوقلاده ناحیه سخ کارهای ترغیباتی همان انجام داده می شوند. واقعا هم به تلف گذراندن موسم زمستان امروز از مسئله های مهمترین روز به شمار می رود و از این رو در شهر و ناحیه های کشور گروه های مخصوص ترتیب داده شده. آنها در حدود ها کارهای ترغیباتی و فهماندهی را انجام می دهند، زیرا در فصل زمستان بیشتر حالت های زهرالوشوی از اکسید کربن به نظر می رسد که اکثر وقت این با مرگ انجام می یابد. از این جهت از شهروندان در سه ماه فصل زمستان البته همیشه هوشیاری طلب کرده می شود. سوخت منده تزولیان اسی گروه اعضالر بلن هم در تومن فوقات از ازدار بلوم خادمه تامانده رسپولکمزده اتغازلکن یا خاصی عالی اداره است بگیرن چهار تدبیل اساسده دایمی رشته پرفیر تدبیل آلو بار مختبز خاندان بای
tadbirlarning davomida fuqarolarimizga kuz qish mavsumida to'g'ri isitgichlardan foydalanish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib bormoqda biz. Zahrolushavi az oksidi karbon vaqti ruh medihat ki sathi balandi oksidi karbon dar havo boisi jamshavi gardishi xuni odam megardad. Vaqti ki in sathi baland mavjud ast, oksidi karbon oksigen ro dar hujayrahoi surxi xun ivaz karda bemor ro ba tavri muasir bug mekunad. Alomat ho aksar vaqt digar bemori ho ro unikos mekunan va oksimetri nabzi ananavi muayyan karda nametavonad ki oyo bemor zahrolushavi oksidi karbon dorad. Ba ghair az in dar fasl زمستون حادثه های فوق العاده وابسته به سوختار نیز بیشتر به نظر می رسند که این اساسا از بی اعتباری شهروندان به وجود می آید. استفاده از واسطه های گنکنی دست ساخت و سیم های ناسازی قوه برق اکثر وقت به سر زدن سوختار سبب می گردند. از این رو از اهالی طلب یگانه این است که همیشه هوشیار و با اعتبار باشند. پس از آنکه یک مسافر خدسیر نیویورک تاشکند یک لیتر ویسکی نوشیده جنجال کرد، هواپیما مجبوراً در سنگ پیتربورگ فوق‌العاده فرود آمد. خسارات یعنی ضرر جمعیت اکسیادوری ازبکستان هوایولاری بر اثر این حالت $22,000 ارزیابی می شود. در رابطه با این حادثه کار جنایی با شده تفتیشات ادامه دارد. روز 11 دکبر یکی از مسافران خطسیر نیویورک تاشکند به دلیل مناقشه در حالت مستی در هواپیما و نقص طلبات بی‌خطری مجبور شد در فرودگاه پولکووی سنگ پیتربورگ فرود آید. بنا به خبرها آن زمان هواپیما با 237 مسافر در مسیر پرواز حرکت می‌کرد. بر اثر حالت فوق‌العاده خطسیر ایواز کرده شد و در نتیجه جمعیت اکسیادوری ازبکستان هوایولاری زیاده از $22,000 ضرر دید. از روی این حادثه طبق ماده 277 قسم 3 بندی گی کودکس جنایی کار جنایتی آغاز گردیده مسافر بر اساس ماده 221 کودکس مرافعوی جنایتی دستگیر کرده شده است. فعلا تفتیشات ادامه دارد. قبلا خبر داده شده بود که این مسافر که به هواپیمای بوئینگ 787 سوار شده بود سال 1991 در ولایت سمرقند تولد شده در حالت مستی به اعضای اکیپاج و دیگر مسافران مقاومت نشان داده آرامی مردم را در سمالیات خلالدار کرده جنوی اصادیر کرده است. اوزم کرک در سال بوده. اوز اچشلیت ده اوزم آقا برون ارسال گیتیب گلده ده اوزم. اوز شون چالی قطع افسولاندم که اوزم نا اوزم نفرات لنب گیتیب. حالا بنا ایمه کجا ایکنده چکم آنم اقلانم. طور ستسن. شمید اچشت آقا باتو یاشلید که آب کم اصلی گینه. آدم آم آقا اوزم ده برو یکن اقلانم. بینندگان عزیز خاطرسان میکنیم الحال شما بخشی خبری پیام روز را تماشا کرده ایستادید. حالا شرح مختصری خبرهای مهمترین کشورمان را به شما میرسانیم. دیوان وزیران ایران سازشنامه لغو روادید یعنی ویزا را با 33 کشور جهان از جمله با ازبکستان را به امضا رسانیده است. در این باره ایرنا خبر داده است. منبع گفته است که بیکار گردیدن روادید یعنی ویزا با 33 کشور جهان از جمله ازبکستان از جانب وزارت میراث فرهنگ گردشگری و هنرهای مردمی این کشور پیشنهاد گردیده از جانب حکومت این سرزمین دستگیری یافت. ذکر گردیده است که اکنون سفر شهروندان 33 کشور عالم به ایران آسان شد و آنها می توانند از جاذبه های تاریخی طبیعی فرهنگی و مذهبی ایران از نزدیک آشنا شوند. موافق معلومات اگنتی استاتیستیکا در ماه ینوار نویبر سال 2023 در جمهوری ازبکستان 256533 عهد نکاح به قید گرفته شده است. از این نشان داد 128531 تاش در دهات ثبت شده است. موافق معلومات کمیته آسایشتگی سانیتاری و اپیدمیولوژی و سلامتی اهالی حالا در قلمرو ازبکستان شتم زکام هنگ کنگ فهم می شود. این بیماری در سالهای 1960 باعث پاندمی شده بود اما حالا زکام معمولی و موسمی به شمار می رود. هیچ اساس نداریم که ویروس هنگ کنگ فهم شد بیان وهمه کنیم، گفت نورمت اتابکوف.
در بخارا اکسپدیسیه بخشیده با افتتاح نخستین آثارخانه میراث جدیدان که در خانه تاریخی یکی از پیشوایان جنبش جدیدان عثمان حاجی پولادخوجایف بنیاد می شود برگزار شد. ابیکت نادری معماری بخارا که سالهای 1860-1870 ساخته شده است و مرکز آموزش میراث مدنی جدیدها تبدیل می یابد. برای تطبیق لایحه کارهای برقرار سازی در قسمت کهنه نگاه داشته شده خانه و بازسازی در قسمت های نفتر همشفت بنقشه گرفته شده است. در آثارخانه اکسپوزیسیون گذاشته می شود که آن دستنویس ها و اشیای شخصی نمایندگان جدید، دستخط های قدیمی، اینچنین کلکسیه های نظررس ادبیات معاصر را که موضوع های اثرهای 19-20 را انعکاس می کنند فرا می گیرد. چهاردهم دکبر ساعت 12:59 به وقت تاشکم در ولایت فرغانه زمین لرزه احساس شد. مرکز زمین لرزه در قرغیزستان واقع بوده است. قوه آن 4.5 بال را تشکیل داد. طبق خبری مرکز جمهوریوی مانیتورینگ پیشگویی سیسمیکی وزارت حالت‌های فوق‌العاده، مسافه از مرکز زمین لرزه تا تاشکم در سمت جنوب و شرقی 233 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. در لاتویا بکیها حبس عمرباد داده می شود. در قزاقستان 230 نفر از طوفان برف نجات یافتند. چنین خبرهای مهمترین و آخرین روز جهان در صحیفه دنیا 24 جای گرفته است. توجه کنید. پارلمانت لاتویا جزا را برای کردارهای ضد دولت پیوستن به گروهی متشکل برای انجام دادن آنها، کمک به دولت خارجی در این کار، اینچنین جاسوسی تا حبس ابد زیاد کرد. در این باره خبرگزاری تاس خبر داده است. در قزاقستان 230 نفر از طوفان برف نجات یافتند. نظامیان در ولایت جنبیل تعداد زیادی مردمی در برف درمانده را با 14 عدد تکنیک نجات دادند. در یک طرفخانه در قستانوی قزاقستان ترکش به عمل آمد. در این صدمه یک نفر زخمی شده است. 6 بالون گاز 50 لیتری اواکواسیه کرده شد. حالا آتش خاموش شده است. ساکوی دایدو در نوی اورنگوی به خواننده صنف 3 حمله کردند. دختر جراحات زیاد برداشته تحت نظارت طبیبان قرار دارد. تماشابینان عزیز، در همین جا به بخش خبری پیام روز انجام می بخشیم و در آخر خاطر رسان کردنیم که اگر فکر و درخواست و یا یگان مشکلات داشته باشید به کانال تلگرامی ما مراجعه نمایید. ما در دایره وکالت و در اساس قانون البته برای آموختن و برطرف نمودن مشکلات شما سعی و حرکت خواهیم کرد، زیرا تلویزیون سرخ از آن شما و به منفعت شما خدمت خواهد کرد.